وزرای خارجه و دفاع آمریکا برای گفتگو با متحدین واشنگتن به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و آلمان رفتند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در اولین مرحله سفر خود با مقامهای قطر و سپس در آلمان با همتای اروپایی خود دیدار می‌کند و با دیگر متحدین نیز به صورت مجازی و با هدف هماهنگی درباره افغانستان بحث خواهد داشت. لوید وزیر دفاع آمریکا در سفرش به قطر، بحرین، کویت و عربستان سعودی با قدردانی از این کشورها بابت نقش میزبان ترانزیت افغان همیار آمریکا درباره وضعیت افغانستان رایزنی زنی میکنند. گزارش از فرهاد پولادی آقای بلینکن پیش از رحص پار شدن به مقصد اولش دوهه قطر در توییتی نوشت آزم دوه قطر و رامشتاین آلمان هستم جایی که می توانم از دوستان قطری و آلمانی به دلیل حمایت بی که از حمل و نقل ایمن شهروندان آمریکایی، افغان و دیگران از افغانستان کردن شخصا تشکر کنم آقای بلینکن جمعه گذشته در جمع خبرنگاران هدف سفرش را تشریح کرد او در قطر با مقامات دوه و همچنین افغانهایی که از آن کشور خارج شدند و اعضای سفارت آمریکا گفتگو خواهد کرد آقای بلینکن در مورد سفرش به آلمان گفت there, uh, Germany, again... از قطر به پایگاه هوایی در رامشتاین آلمان میروم در آنجا فرصتی دست خواهد داد که با افغانهایی که در حال طی کردن فرایند آمدن به آمریکا هستند و دیپلمات هایمان که پرونده آنها را بررسی می کنند دیدار می کنم. آنجا من حضوری با هایکوماس وزیر خارجه آلمان گفتگو خواهم کرد و سپس با دیگر شرکایمان که شامل نمایندگان 20 کشور است به صورت مجازی دیدار می کنم. اینها کشورهایی هستند که در امر اسکان مجدد و مسئول دانستن طالبان به تعهداتش با ما دیدگاه مشترکی دارند. آمریکا با استیلای طالبان بر افغانستان سفارت خود را از کابل به دوحه قطر منتقل کرد دوحه که با طالبان روابط حسنه ای دارد میزبان این گروه طی گفتگوهای شکست خورده ی طالبان با دولت ساقط محمد اشرف بود که در زمان دولت پرزیدنت ترامپ کلید خورد آقای آسن وزیر دفاع آمریکا در سفر به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس و در اولین توقفگاهش با مقامات قطری دیدار می کند. نیروهای نظامی آمریکا سال هاست که در پایگاه هوایی الودید قطر حضور مداوم دارند. آقای آستن در توییتی نوشت میخواهم شخصا از متحدینمان که در عملیات خارج کردن اطباع ما و های همیار کمک کردن تشکر کنم. حمایت آنها زندگی این افراد را نجات داد. آمریکا توانست یه مدت سه هفته که در میانه آن کابل به دست طالبان افتاد بیش از 120 هزار نفر که شامل اتباع خود افغان های همیار و اتباع کشورهای همسو می شود را از آن کشور خارج کند فرهاد پولادی صدای آمریکا